برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع رسانه‌ای عراق از افتتاح خط هوایی بین بغداد و مناطق شیعه نشین در شرق عربستان سعودی خبر دادند. بر همین اساس گفته می شود قرار است پروازهای بین فرودگاه بین‌المللی بغداد پایتخت عراق و فرودگاه بین‌المللی شهر دمام در منطقه شیعه نشین شرق عربستان انجام گیرد. جزئیات بیشتری درباره این خبر و تعداد پروازهای این خط هنوز منتشر نشده، اما آنچه که قابل پیش بینی است افزایش سفر شیعیان عربستان و حتی شیعیان بحرین که مرز کشورشان نزدیک شهر دمام است به عراق را خواهیم داشت. موزه ویکتوریا و آلبرت لندن از غرفه ماه رمضان خود که به عنوان ادای احترام به مراسم مذهبی در نظر گرفته شده است رونمایی کرد. این یک تجربه برای بازدید کنندگانی است که به دنبال آشنایی با آداب و رسوم و سنت‌های مرتبط با ماه رمضان هستند. مقام‌های شورای عالی آثار باستانی مصر روز پنجشنبه اعلام کردند که یک راهروی پنهان به طول 9 متر در نزدیکی ورودی اصلی هرم بزرگ 4500 ساله جیزه کشف شده که میتواند منجر به یافته‌های بیشتری شود. به گزارش رویترز، کشف جدید داخل هرم که آخرین عجایب هفتگانه جهان باستان به شمار می‌رود و هنوز پابرجاست، ذیل پروژه‌هایی به نام اسکن اهرام انجام شده است. این پروژه که در سال 2015 آغاز شده، از فناوری غیر تهاجمی از جمله ترموگرافی مادون قرمز، شبیه سازی‌های سه‌بعدی و تصویربرداری با استفاده از پرتو کیهانی برای مشاهده درون این ساختار استفاده می کند. شاهین حسنلی، روحانی سرشناس شیعه جمهوری آذربایجان و یکی از نمایندگان اداره مسلمانان قفقاز در سن 48 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. او که امام جماعت مسجد مشهدی دادش در شهر باکو بود، ساعت 5 بامداد روز گذشته در منزل خود واقع در منطقه یاسامال در شهر باکو دچار ایست قلبی شده و دار فانی را وداع گفت.